سامی، سلام سامی جان. کوتاه اگه میشه، ما گفتیم کوتاه ولی مثلا درود آرمین، درود بابا جان. سلیمان رو دارید کاملا؟ بله بله، صدا عالیه. متشکر. در جواب دوست قبلیم بگم تا وقتی که فدرالیست توی ایران بر اساس نژاد و قومیت قرار جدا بشه، این به ضرر ایران هستش به هر صورتی که بگید، جای بحثش هم نیست. دوما آرمین جان، شما با بحث با علی بود اگه اشتباه نکنم، فرمودی که یه قضیه هست اگه 1000 بار توپ به دیوار بزنی یا 1,000,000 بار، اون یک میلیون و یکمین بار، بعضی میگن حتما همون جواب میده، بعضی میگن نه. تو خودت چی رو قبول داری؟ تو خودت کدومش رو قبول داری؟ من استقرار رو قبول دارم، به خاطر اینکه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خب ببین، این یه بحثه. خب بگو چی می‌خواستی بگی. درست. حالا اینکه قبول داری هم کافی بود، نمیخوام وقت بگیرم زیاد. یه قضیه هست اگه اشتباه نکنم به اسم the inextricable problem of 2x plus 1. این یه قضیه، ببینید تو ریاضیات وقتی یه عدد تقسیم بر 2 میشه و ضرب در 2 میشه، این ثابته، و اگه اون ضربه در 2 به اضافه 1 بشه، اصولا این نمودار این اعداد باید صعودی باشه. یعنی تو یه بار اعداد تقسیم بر 2 می‌کنی، یه بار ضرب در 2 می‌کنی به اضافه 1، این نمودار باید صعودی باشه. فرمولش چیه؟ 2x plus 1، 2x به اضافه 1. آره، حالا قضیهش چیه؟ حالا قضیهش حالا کامل میگم. آره سب کن، قضیهش اینه که میگه اعداد زوج رو ما تقسیم بر 2 می‌کنیم، اعداد فرد رو ضرب در 2 می‌کنیم به اضافه 1. این تو زبان ریاضیات ثابت شده که نمودارش صعودیه، اما یه سری از ریاضیدان‌ها اومدن این رو گسترش دادن، دیدن یک سری از اعداد در مقام‌های خیلی بالا، در هزارم مرتبه یا 1,000,000 مرتبه شروع می‌کنن به کاهش، و یک سری ریاضیدان 20 ساله که وقتشون رو گذاشتن هنوز نفهمیدن چرا این اتفاق داره میفته. من لینک ویدیوشو حتما بعد اگه رفتم برات میفرستم، ویدیو کوتاهی هم هست که داره توضیح میده چرا اینطور میشه و چرا ریاضیدان دنبالشن. این یکی از نقص‌های اون قضیه بود که گفتی استقرار. حالا برگردم سر سوالم، این بود که آمین جان، امیددانا رو من ساپورت نمی‌کنم به هیچ وجه، اما یه ویدیو گذاشته بود، 3 تا ویدیو پیشش بود اگه اشتباه نکنم، یه شخصی به اسم مردخای قیدار اگه اشتباه نکنم، یه تئوریسین اسرائیلیه، یه مقاله اومده نوشته درباره وضع فعلی ایران که ایران خیلی خوبه که تو این وضع هستش، و کل مقاله اینه، میگه اگه همینطور پیش بره ما به 2 تا هدفمون میرسیم، هدف اول براندازی جمهوری اسلامی و هدف دوم تجزیه ایران، مثل قضیه یوگسلاوی اگه اشتباه نکنم قشنگ تاکید میکنه با آرامش تجزیه. آره آره. خب من برام سواله، اگه اسرائیل واقعا دشمن جمهوری اسلامیه، چرا باید تو این برهه خطرناک، تو این برهه‌ای که اکثریت مردم تو انتخابات خود جمهوری اسلامی هم گفتن که مخالفشن، تو این برهه بیاد مردم رو از تجزیه بترسونه و با دادن چنین مقاله‌ای که خیلی هم سر و صدا کرد بیاد جواب دارم؟ بفرما. جوابش اینه که اسرائیل یه نفر نیست. انگار مردم وقتی از کشور دیگه صحبت میکنن، انگار یه جوری صحبت میکنن انگار همشون با هم هفته یه بار میرن مهمونی، همه میگن ما هممون صدامون باید یکی باشه، هیچ کدوممون حرفمون با هم تناقض نداشته باشه، یه موقع یه کسی یه چیزی نگه آبرومون بره، یه موقع یکی چیزی نگه به ضرر اسرائیل بشه، یه موقع یه چیزی نگه به نفع ایران بشه. خب مگه میشه شما همچین انتظار نداشته؟ اسرائیل یه کشور کلی هم آدم داره. شما فکر میکنی یه کسی ممکن نه یه مقاله یه چیزی بیاد بنویسه که احمقانه که اصلا به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون که خود مثلا دولت اسرائیل مثلا این همه مثلا میخواد کار بکنه علیه جمهوری اسلامی، یه نفر آکادمیکی مثلا یه کسی که حرفای سیاسی میزنه امکان نداره بیاد یه چیزی بنویسه که کاملا احمقانه باشه بذاره بیرون اصلا به نفع جمهوری اسلامی باشه، امکان نداره. یعنی اینا اینقدر اسرائیل هماهنگه که هیچ کسی همچین کاری نمیکنه، چون که دشمن ایرانه همچین اشتباهی رو نمیکنه. 100%. من نمیخواستم طرفدار کانسپیرسی تئوری باشم، ولی ببینید این شخص اگه اشتباه نکنم، من یه ذره پیگیر شدم، این یکی از تئوریسین های خفن اسرائیل هستش، توی چند از اندیشکده های حکومتی اسرائیل فعالیت میکنه. خب یه اشتباه خفن کردم. خب به نظر من اگه این شخص رو، این کارش رو بذاریم پای حماقت، یه ذره دست کم گیری طرف مقابل نیست؟ خب به نظر خود خب نه ببین، من خیلی کسر دنبال میکردم که خیلی بهشون اعتماد داشتم و حرفای خیلی خوبی میزنم و از لحاظه تحلیلایی که داشتن خیلی سطحشون بالا بوده، بعد یه موقعی چیزی اومدن گفتن. ببین اتفاقا این خیلی جالبه، برای اینکه خیلی از تحلیلگرا فقط مثلا میخوان تحلیل بکنن، هیچ وقت فکر نمیکنن که یک زمانی خودشون داستان خودشون تو باشه. یعنی تصور این که، یعنی همیشه مثلا تفکرشون اینه که من یک کسی هم که از بیرون دارم نگاه میکنم و تحلیلمو میدم،
اینکه مثلا من خودم جزء داستان بشم مثلا برایشون انقدر غیر قابل تصور بوده که اصلا اصلا به فکرش نرسیده که اصلا یک کسی بیاد از این اصلا سوء استفاده بکنه. میدونی مثلا ممکنه نمیدونم، ولی آدمایی که مثلا ممکنه از حتی من نمیدونم این شخص چقدر خوب بوده از آزه مثلا تحلیلی، خب ولی یه کسی ممکنه از آزه سیاسی تحلیلاش مثلا شاید خوب باشه یا بد باشه، ولی از اینکه خودش ببینه خودش این کار اینو بگم نذارم بذارم ممکنه از اون لحاظ از لحاظ مثلا تبلیغاتی خیلی مثلا احمق باشه. ممکنه اینم اولین بارش باشه که اصلا حرفش خودش داستان شده، یعنی خود نمی‌دونم من کم چنین انتظاری هم نداشته باشه. این کار احمقانه کرده. آدمای باهوش هم کار احمقانه زیاد میکنن. من خیلی دیدم، خیلی دیدم کسایی که از لحاظ تحلیلی کارشون حسابی درست بوده ولی یه موقع یه چیزی گفتن که کاملا احمقانه بود. امکانش هست. یعنی تو خودت نظرت چیه؟ تو میگی که یعنی این هدفمندانه اینو گذاشتن بیرون علی جمهوری اسلامی، یعنی تو فکر می‌کنی هدف این شخص، تو خودت تئوری چیه؟ من تا وقتی که مثلا یه کالمگه سوی ستونی جمع نکنم از خوبی هایی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل داره و برای اون قانع کننده نباشه که این شخص چرا میخواد از جمهوری اسلامی دفاع بکنه، نمیشه قطع این حرف بزنم. اما میگم که گذاشتن این پای حماقت طرفی زر برام سخته. یک دو اینکه ببینید الان اسرائیل به خاطر جمهوری اسلامی داره تک تک با کشورهای عربی متحد میشه، کسایی که دشمنش بودن داره به اسم اینکه ایران میخواد ما رو نابود میکنه تو منطقه برای خودش اعتبار میخره، پایگاه آمریکا میخره. نمیدونم منظورم دارم میرسونم یا نه. بله ببین من قبول دارم که یک سری سیاستمدارا توی اسرائیل به ایران اصلا احتیاج دارن، به دشمنی ایران احتیاج دارن، همونجوری که مثلا جمهوری اسلامی به دشمنی اسرائیل احتیاج داره. خب یعنی من اگه قرار بود، من اگه قمارباز بودم یک کسی میامد به من شهروندی میکرد که آیا حس میزنی حماس میخواد اسرائیل نابود بشه یا نه، من حس میزنم که حماس اصلا نمیخواد اسرائیل نابود بشه، برای اینکه تمام وجودشون دشمنی با اسرائیله، یعنی تمام ساپورت مالیشون تمام. خب برای همینم تو اسرائیل هم به نظرم شما درباره اسرائیل الان یه چیزی صحبت میکنین انگار اسرائیل مثلا یک چیزه. خب نباید بگید اسرائیل اینجوریه اونجوریه. من اینجوری که حرف میزنم، من اینجوری صحبت میکنم، من میگم توی اسرائیل یک سری سیاستمداران و یک سری تو قدرت دشمنی ایرانو لازم دارن، مخصوصا الان که این همه عربا دیگه باشون دشمن نیستن، دشمن کم میارن. اگه یعنی حماس و حزب الله و ایران نه تنها میخوان دشمن باشه، دشمن اسرائیل باشه، خیلی میخوان که نشون بدن که اینا فقط دشمن نیستن، اینا دشمنایی هستن که خاطر نابودی کامل اسرائیل رو برای اسرائیل داره. یعنی اصلا رأی آوردن براشون این مهمه، اصلا پولی که از آمریکا دارن میگیرن رو با این میتونن توجیه بکنن، این همه پول از آمریکا دارن میگیرن، باید این خطر ایران فقط نمیتونه یه خطر این باشه که مثلا ممکنه به اسرائیل حمله بشه، نه، خطر ایران باید خطری باشه که ممکنه باعث نابودی اسرائیل بشه. اگه کمتر از این باشه، تمام پولایی که مثلا آمریکا به اسرائیل میده دیگه قابل توجیه نمیشه. خب ولی اینا نمیتونیم بگیم اسرائیل، برای اینکه خیلی اکثر مردم اسرائیل نمیخوان اکثر مردم اسرائیل نمیخوان ما آره دشمنی ایران رو دوست داریم. خب اکثر مردم اسرائیل میگن که نه ما ترجیح میدیم که امنیت داشته باشیم، ما دشمن نمیخوایم. خب ولی بله یه سری کسایی تو اسرائیل وجود دارن که دشمنی ایران لازم دارن، ولی من نمیام این توهم توتر رو داشته باشم که این شخص نمیدونم، شاید خب من میگم احتمالات وجود زیادی وجود داره. خب ممکنه یه حرف احمقانه زده، ممکنه یه کسی که فقط آکادمیک فکر میکرده از لحاظ استراتژیک خودش رو هیچ وقت تو به بازی استراتژیکلی ندیده که بیاد حواسش باشه چی داره میگه، فقط کارهای تحلیلی میکرده و تحلیلاشو میذاشته بیرون، برای همین همچین کار احمقانه انجام داده. ممکنه تئوری شما درست باشه، ممکنه یه کسی توی آخه خیلی عجیب غریبه، یعنی این تئوری یه مقدار تیغ آکام ردش نمیکنه. معمولا اکثر توهم توته از تیغ آکام رد نمیشه، یعنی باید تئوری باشه که یک سری از این راستگرایان سیاستمدار اسرائیلی رفتن یه شخص که کارش بررسی سیاسی هست، گفتن شما اینو بذارین بیرون که باعث بشه که مردم ایران ببینن که ما میخواهیم ایران تجزیه بشه، که این مردم ایران طرفداری بکنن از جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، که ما جمهوری اسلامی رو بتونیم به عنوان دشمن داشته باشیم. خب این چه کاریه؟ اگه همچین هدفی خود سیاستمدار اسرائیلی بیان مستقیم بگن که ما میخوایم ایران تجزیه بشه دیگه راحت که بگن که یه موقع ایران سقوط یه موقع جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ما مردم ایران رو بترسونیم که اگه ما پیروز بشیم ایران تیکه تیکه میشه، که مردم ایران از جمهوری اسلامی طرفداری کنن که ایران سقوط نکنه. این از نظر من یه تئوری خیلی عجیب غریبه، نمیگم غیر ممکنه، ولی تئوری عجیب غریبیه که تیغ آکامو رد نمیکنه.
آخه آرمین جان چنین کاری هم کردن، من صحبت کاملا قبول دارم. ببینید ما یه جمله‌ای داریم تو سیاست، میگه یکی از عوامل وحدت ملی دشمن خارجیه. اینو قبول داری؟ یعنی یکی از عواملی که مردم متهم شدن وجود دشمن خارجی. چرا اسرائیل باید توی این روزا بیاد سه بار تهدید به حمله نظامی بکنه ایران و دولتش تو این وضع خراب که میدونه؟ دارن برای اینکه میخوان به مردمشون نشون بدن که نتانیاهو فقط قلدری نمیکرد، ما هم هستیم. ببین این دولت جدید اسرائیل پدر میخواد از مردم اسرائیل، آخر مردم اسرائیل نتانیاهو رو پدر امنیت میشناختن. خب کسی این گفت من از دشمنا شما رو نجات میدم. اینا الان همه این گروه هایی که الان با هم هشت گروهی حتی حزبی که توی اسرائیل متحد شدن که علیه نتانیاهو، اصلا هیچ شبی خواب ندارن، بلکه همشون از نتانیاهو، از فردا نتانیاهو میتونه برگرده. اینا یک صندلی تو مجلسشون از دست بدن تمام دولتشون میرسه به هم، نتانیاهو برمیگرده به قدرت. تنها چیزی که مردم رو باعث میکنه که به نتانیاهو رای میدادن به جای اینا این بود که نتانیاهو ما امنیت میاره، اینا نمیارن. اینا یه مش یه میگفت یه حزب عربه، یه حزب چپگراه، اونی هم که راستگرا هست اون ستای بالایشون راستگرای واقعی نیست. برای همین شما اینا نتانیاهو میگه اینا دشمناتتون میان میخورن تو شب اگه این دولتتون باشه. اینا باید نشون بدن که نه ما از نتانیاهو هم تازه بیشتر حزب الله مثلا یه بادکنک بفرسته، ما 300 تا موشک میفرستیم علیه حزب الله که نه ما هم خیلی امنیتی هستیم، شما یه موقع نگران نباشید، نتانیاهو فقط اینجوری نیست، ما هم قلدری بلدیم. درسته، خیلی عالی. من جواب گرفتم، به خاطر سیاست داخلیش بود. نه من جواب گرفتم، قانع کننده بود. مرسی آرمین جان، مرسی بابک جان، مرسی سامی جان. بدرود دیگه، وقت بقیه دوستانم برسه. بدرود فعلا.